سرنوشت 88 تن از زندانیان بگرام که یک کمیته موظف از سوی حکومت افغانستان تصمیم به رهاییشان گرفته به موضوع بحث برانگیزی در روابط کنونی واشنگتن و کابل مبدل گردیده است. تازه ترین انکشافات در این رابطه را از محترم عبدالشکور دادرس عضو کمیته موظف بر رسیدگی دوسیه های زندانیان بگرام میپرسیم که همین اکنون در ارتباط مستقیم تلفنی با ما قرار دارند. آقای دادرس سلام بر شما، خوش آمدین، صدای مرا میشنوین؟ بله مهربانی بسیار خوب. زنده باشین، زنده باشین. خوب، ابهاماتی در مورد رهایی 88 زندانی بگرام وجود داره. شما گفته میتونین که چه زمان این زندانیان رها خواهند شد؟ بله، رسیدگی ما با دوسیه های زندانیان بگرام به صورت عادی ادامه داره. در صورتی که در مورد 88 تن زندانیان بگرام دلایل مادی، مدارک مادی و دلایل الزام از طرف ارگان های محترم کشفی به ما مواصلات نورزد، تصمیم ما که قبلا بله به ارتباط دوسیه های ترتیب شده اتخاذ کرده بودیم و به قوت خود ولی در رابطه به همین صحبتتان گزارش های وجود داره که از جمله ای 88 زندانی اسناد و شواهد جرمی 55 تن به کمیسیون شما فرستاده شده و اسناد و شواهد 33 تن دیگه هم به شما فرستاده خواهد شد. آیا شما این گزارش ها را رد میکنین یا تایید؟ بله، ما از این میستم که لحظه ای که با شما صحبت میکنم تا او کنون برای ما هیچ نوع یادداشتی ولو دلایل باشه یا نباشه از طرف هیچ یک از ارگان های کشفی افغانستان و اتا منابی بینلی مواصلت نکرده و ما فاصلا یادداشتی را به دست نوردیم. در مورد 55 تن ما هم شب گذشته از طریق رادیوی آزادی برای با ما صحبت کردم که گویا چنین مطلبی را ریاست محترم امنیت ملی بله. خب در صورتی که آقای دادرس، در صورتی که بر شما کدام شواهد و اسناد تا به حال نرسیده باشه، شما قبلا چند روز پیش هم گفتین که فیصله بر رهایی ایزندانیان کردین، پس چرا ایزندانیا تا به حال رها نشده؟ آیا رئیس جمهور کرزی کدام دستور نوی به شما داده؟ قطعاً رئیس در سوم جد سال جاری که از ده روز زیاد وقت می شود در یکی از مجالس گفتن که این مسئله دوسیه ها باید دقیق رسیدگی شود و کوشش شود که گناهدار رها نگردد و بی گناه در زندان نمانه و ارگان های محترم کشفی هم گفتن که اگر شما در زمینه مدارکی داشته باشین با کمیته همکاری کنید. در این مورد تفصیلا برای ما کدام مدارک نرسیده. تشکر از شما. وقتی بودن که اصلا موضوع اشتاد و زندانی در رسانه ها هم مطرح نشده بودن و حتی سناتورای ایالات متحده آمریکا با افغانستان نماده بود. تشکر از شما آقای دادرس.